واقعا همه چیزمو برای فوتبال گذاشتم و از الان به اون روزی که میخوام فوتبال رو کنار بذارم دارم فکر میکنم واقعا سخته. میری توی زمین و لباس تیم ملی رو میپوشی، قطعا همه شاید خاطرات کودکی و همه زحمتایی که از بچگی کشیدی و همه آرزوهایی که داشتی که یه فوتبالیست بشی قطعا میاد جلو چشت. My dream was to be a best football player in the world. To reach these places, you have to be strong, you have to work hard. I will lose nice time, a lot of friends, family. But I know what I'm doing. I know where I'm going. رسیده بودم به جایی که بزرگترین آرزوی زندگیم بود، یعنی به جایی که فقط تو رویا بهش فکر میکردم. تیمی که بچگی تشویقش میکردم توی استادیوم و از مسیری از گلستان حالا با برادرم میومدیم تا تهران با اتوبوس 7-8 ساعتی مسیر رو میومدیم که بازی پرسپولیس رو ببینیم، پرسپولیس رو تشویق کنیم. واقعا اصلا توی وقتی هنوزم بهش فکر میکنم انگار هنوزم یه رویاست برام. و حالا توی 21-22 سالگی رفتم توی پرسپولیس، بازیکنهای خیلی خوبی بودن، بازیکنهایی که توی تیم ملی بودن. هفت سالگی بود که فکرم بازی سالونی رو ما بازی میکردیم اون موقع. خب زمین چمن قطعا خیلی وجود نداشت، وجود نداشت که منظورم برای لحاظ امکانات برای ما اکثرا توی سالون بازی میکردیم. از همون موقع بود که فوتبال شروع کردیم، از تیم یه تیم باشگاهی شهر خودم. تا عاقب اون خب برای شموشک گلستان ایشان در اونجا ثبت نام شدن. خب مسیرهای طولانی رو طی می‌کردن با مینووس، خب نگرانی‌های خیلی زیادی رو برای من ایجاد می‌کردن. خودمون ناگزیر بودیم، گاهی از اوقات با ماشین شخصی می بردیم اونجا، دو ساعت می نشستیم، حالا یا خودم یا خانمم، بازیش تمام می شد می گرفتیم و می آوردیم. این درخت انار بود دیگه؟ عکسای آلبوم دارم، عکسایی که دست من بوده، عکس خیلی قشنگیه از حامد آقا و احمد آقا که توسط داداششان آقا مهدی گرفته شده توی سنین 5 سالگیشان هست. اون موقع هوادار سرسخت پرسپولیس بودن. وقتی که قرارداد با پرسپولیس بست، یعنی آرزوهای هممون برآورده شد. چندین سال سختی کشیده بود، تلاشی که کرده بود به نتیجه نشست و احمد اگر اشتباه نکنم سال سوم حضورش تو پرسپولیس موفق شد که کاپیتانی پرسپولیس رو به دست بیاره. برای اولین بار تونست کاپیتان پرسپولیس بشه. حالا آقا احمد یه دو سه ساعت کاپیتان تیم ملی بزرگان ایران هم هستی. دو بازی دارد، یه دو تا گل زد. نه سه بازی. سه بازی دو تا گل زد. هفتگ دفاعی. شانسی. نه شانسی. خدا هم خواست شرایطی پیش اومد اومدیم تو پرسپولیس، چون پرسپولیس یه سگ و پرتاب خیلی خوبیه، هم برای اینکه بازیکن بره به تیم ملی، هم اینکه بتونه تیم اروپایی بازی کنه. واسه بازیکن جوانم تو سکو پرتا بود 100%. پرسپولیس حالا میگم شرایط بازی کردن خورده سخته تو پرسپولیس. حتی خودم روزایی بوده که نیمکت نشین بودم تو پرسپولیس، ولی به کارم ادامه دادم، تونستم دوباره برگردم تو تیم پرسپولیس، دوباره شرایطم خوب بشه تا اینکه دوباره دعوت شم تیم ملی بزرگا. هدف من حالا مثل همه شما دوستان جام جهانی بازی کنم. منم تا حالا جام جهانی بازی نکردم. با امید خدا ان شاء الله تو جام جهانی
تو قطر هستیم با هم هستیم. انشالله قطر. انشالله. فوتبالمو از مدرسه فوتبال پدرم شروع کردم وقتی که 8 سالم بود، چون که پدر خودم فوتبالیست بود. کم کم وقتی که وارد مدرسه فوتبال شدم علاقه پیدا کردم به این حرفه و بعدش هم دیگه عضو باشگاه شهرداری انزلی شدم. 2 سال اونجا بودم و بعدش هم برای تیم ملوان که بزرگترین تیم شهرمون بود و توی لیگ برتر ایران بازی میکرد و یه تیم خیلی، وقتی که توی رده نهم بودم و بعدش هم دیگه ردهای پایه رو طی کرد. بعد از اون یک سال بازی کردم و بعدش خب چند تا پیشنهاد اومد از تیم‌های خیلی بزرگ ایران، ولی خب همزمان که حالا توی صحبت بود باشگاه، یه پیشنهاد از باشگاه اتلتیک، خب توی اون مقطع خیلی برای من سخت بود از اینکه بخوام از کشورم دور بشم، خونه بودم. بعد از اونجا با تیم روستوف به توافق رسیدم و رفتم به فوتبال روسیه. بعد از جام جهانی رفتم باشگاه ریدینگ به باشگاه اوپن تو بلژیک و الان هم که بایله هست. بازی ملی رو از رده 10 سال شروع کردم وقتی که 10 سالم بود عضو تیم ملی شدم و خیلی جالبه این که من وقتی به رده نوجوانم رسیدم پدر خودم مربی من توی تیم ملی شده بود. این صحنه شاید یکم خنده‌دار باشه اما هیچ‌وقت از یاد خودم نمیره، اینکه پدر من خود منو از تیم ملی خط زد. فکر می‌کنم چون حق و به حق دار رسون، الان خیلی چیزا رو خدا برای من شاید پیش آورد. مهمترین اصل برای ورزشکار استعداد ورزشیشه. علاقمندی جای خود داره، ولی اون استعداد اگه تو وجودش نباشه هیچ اتفاق براش نمیفته. مثل همیشه دستتا هم که آروم آروم زمانی که فوتبال گذاشتم کنار رفتم تو بحث مربیگری باش کار کردم، احساس کردم روز به روز داره بهتر میشه، اون استعداد رو توش دیدم. بعد اومد تو نوجوانان، بعد اینقدر رشدش خیلی سریع اتفاق افتاد که من فکر کنم با کمترین سنی که اون زمان برای یه بازیکنی که 16 سال داشته به تو لیگ برتر بازی کنه خیلی سخت بود. ولی یه روز یادم پدرم با من صحبت کرد و به من گفتش که واقعا خودت چی میخوای توی زندگی؟ یعنی دوست داری که یه بازیکن معمولی باشی یا دوست داری واقعا یه فوتبالیست حرفه‌ای بشی؟ که من گفتم که نه، واقعا دوست دارم که مثلا فوتبالیست بشم. گفت اگه پس قراره که فوتبالیست بشی باید یه سری کارا رو انجام بدی و یه سری کارا رو انجام ندی و رعایت بکنی، زندگیت هم باید از الان مثل یه فوتبالیست حرفه‌ای بشی. که بعد از اون دیگه من واقعا اراده کردم خودمم و روزی 2 نوبت واقعا تمرین میکردم. یادم هست توی تابستون، شاید توی گرمای 37-38 درجه لب ساحل، چون شهر ما یه شهر ساحلی بود، لب ساحل واقعا من میرفتم 12 ظهر، نمیدونم 11 صبح تمرین، دوباره غروب ساعت 6. تو اون تایمی که میگم تیم ملی نوجوانان دعوت نمیشدم، توی زمستون شده بود، من مامان خودم میومد با من توی برف میرفتیم مثلا میدوید. سعید رو برگردوندن از اردو خونه. وقتی که برگشت دیدم ساکش رو که آورد با صورت گریون
اومد و گفتش که من دیگه هیچ وقت فوتبال بازی نمی‌کنم. ولی فردا صبح کلی باهاش صحبت کردم، گفتم پسرم اینا همه این شکستا باعث میشه که تو قوی‌تر بشی. درست زمانی بود که حدود یه 15 20 سانتی برف باریده بود. سعیدو برداشتم بردم ساحل. میگفت ماما تو این برف ما چجوری بریم ساحل بازی کنیم؟ گفتم ما میتونیم. رفتیم پایین و شروع کردیم به ایشونو گذاشتم توی دروازه و سعید دیگه عادت کرد خدا شکر که از این به بعد پشت هر سختی خلاصه پشت هر تلاشی یه موفقیتی هست. من 4-5 ماه اصلا تیم ملی خط خورده بودم یعنی، ولی بعدش که دوباره این شانسو به من دادن که توی اردو باشم واقعا رفتم، یعنی همه یه دیفرنس خیلی خاصی مثلا بود که آقا مثلا و شدم بازیکن فیکس اون تیم و بعدش تونستم که کم کم این مدارجی طی بکنم برسم. I started football when I was 7 years old. I play in one big room and I kick the ball to the wall. We didn't have that much money to change the mirror. And then with the tape, we fixed the thing. I was one of the best players of the school. So my brother said, don't give up football because I know you will reach something. We lost our father, bad situation comes. Some rich people and charity people help us. I went to the school of football, and after 1 year from my city, I went to Tehran. And then after 2 months, from 15, I go to national team. I play almost 11, 12 years until now. The most important person in my life is my mom, because she works hard after when my father died. She stayed for us to grow up, me and my brothers, very well. She works outside to give us motivation, to give us food, at least to be alive. Morteza گفت که مامان من برم فوتبال بازی کنم. من گفتم نه، من دوست دارم که تو درس بخونی. گفت مامان من تلاش میکنم موفق میشم. گفت مامان من جام جهانی هم میرم، بازی هم میکنم، تو تیم ملی هم میرم، تو منو نگاه میکنی. گفتم ایشالله، با امید خدا، با امید خدا، خدا پشت و پناه تو بشه، بارا خود، من دعا میکنم تو موفق میشی. Actually, when I was 10 years old, I read a lot of books and I write a lot of notebooks about my dreams. One of the dreams was to play 15 years for the national team. So thank God, almost 12 years I'm national team player. Still I'm working hard to don't lose my position. I want to play for 10 more years and I hope I can be a captain of the national team. مرتضای ما از اینکه خیلی خیلی زحمت کشید و تونسته بازیکن تیم ملی بشه، این همچین تصورات یه روز تو ذهنش هم بود. به من میگفت، میگفت که مثلا من یه روزی میرم بازیکن تیم ملی میشم. حتی بازی با خیلی هم قشنگتر اینه که بازی با عراق چند باری هم به من گفته بود که داداش اگه من این ذهنیت این حسه تو وجود من هست که من تو بازی گل میزنم و این اتفاق هم افتاد، خیلی برام جالب بود، خیلی حس خیلی قشنگیه. Everyone has quality to play football after some age, but after that age you should have a really big mind and a strong mind. My dream was to be a best football player in the world. Now I reach here. If someone want to be Morteza Pouraliganji, they will not reach anything. So they have to wish they want to be Ronaldo or Messi to be someone like me. I went to China 2015 and I played for Tianjin Teda. It was difficult to live alone with pressure, with the stress of football, with challenge every week, every day. After that, I take a good decision. I went to Al Sadd. تو تیم Al Sadd بازی میکرد که یه بازیکن خیلی بزرگی هم داشت به اسم جاوی
که خیلی هم کنارش درسای بزرگی گرفت. داستان زندگیش عوض کرد دیگه، از نظر فوتبالی، از نظر اخلاقی، و اتفاق خیلی خوبی بود تو قطر. I decided to go to Europe after the World Cup because I had a really best season in Al Sadd, and also in World Cup I did a good job. I came to Asian Cup Emirates. So after Akram Afif, I was the second best player of Asian Cup. Then Al Arabi gave me a good offer. I had 3 years and a half contract with Al Arabi. I hope I can do my best in this team, and then I can have a chance for Europe again. I see Qatar, they are improving a lot. They build a lot of good stadiums, high road, a lot of good hotels. They respect football. So I think it will be a good World Cup, and I hope Iran will play, inshallah. وقتی که رفتم فوتبال انگلیس، خدا رو شکر همه چی خوب بود اوایلش و داشتم بازی میکردم، راضی بودم. اما متاسفانه خب یه مسئولیت برام پیش اومد که باعث شد 8 ماه از فوتبال دور باشم. مسئولیتی که توی ناحیه هیپ خود پای راستم به وجود اومد و پاره شد. حتی من یادمه که کارشناس خود انگلیسی میگفتن که اگه سعید به همین روال فوتبالش ادامه بده، مطمئن در نیم فصل به لیگ جزیره راه پیدا میکنه. متاسفانه اون آسیب دیگه باعث شد که یه میده از اون شرایط خارج بشه. باور نمیشه، ما هر شب با هم در تماس بودیم، ولی خب ما نیست اون کاری نمیشه، دستمون بر نمیاد به خاطر اینکه ویزای انگلیس به همین سادگی نمیدادن. خود ما فکر کنم 6 ماه طول کشید تا تونستیم ویزامون رو بگیریم. مصدوم شدم و بعد از اون مظلومیت یه خورده آدم انتظار داره توی این لحظات سخت، اینکه آدم‌ها حداقل به واسطه اون زحماتی که کشیده شده یه قدردانی یا یه زنگی زده بشه یا حالی ازشون پرسیده بشه. اما خب میگم تو اون لحظه هیچ کسی هیچ ریاکشنی نشد. چهار جا خانواده‌ام، یعنی خانواده تازه اونجور لحظات سخت میکنم خودشو نشون میده. اینکه ما توی خوشی‌ها خیلی آدم‌ها کنارمون هستن، اما وقتی می‌بینیم که یک کمی کوچولو شاید از اون شرایط عالی که داری خارج بشی یا یکم از دید بیای بیرون، می‌بینی اصلا اون آدم‌ها به خودکار اتوماتیک بار میان بیرون و از زندگیت و دیگه نمی‌بینیشون. من احساس می‌کنم که همین تنهایی‌ها، همین دوری‌ها سعیدو خیلی محکم‌تر کرده. خیلی احساس میکنم اوایل براش خیلی سخت بود، ولی بروز نمیداد. از اونجایی که سعید جان یه ذره تودار هستش، نمیتونه بروز. قطعا انتخاب کردن وایله و اومدن به فوتبال دانمارک یه مسیری بود که حالت چالش برای من داشت، به خاطر مسئولیتی که داشتم و اون دوری که از فوتبال داشتم. دوست داشتم یه چالش جدید رو تجربه بکنم که بتونم دوباره سخت تلاش بکنم و خودم رو برگردونم به دورانی که قبل مسئولیت داشتم. به خاطر همین وایله رو انتخاب کردم.
He arrived last season. You can see from the first training match that he was a good player. But he has just become better and better, and now he is one of the most central players in this team. He's a young player, he's only 24 years. If he keeps up the current level, he's going to play for a bigger team. وقتی هم که اومدم اینجا اصلا هیچ بحث مالی، حتی اصلا قراردادی که من الان دارم و قراردادی که توی روسیه داشتم دریافت کردم خیلی کمتره، یعنی خیلی، شاید اصلا یک سومش باشه. اما میگم اصلا توی مغزم این چیزا نبود و دوست داشتم که بیام توی جایی که بتونم دوباره بعد از اون مسئولیت به اون شرط آرمانی خودم برگردم و به خواسته اون آرزویی که خودم دارم و اینکه فوتبال بازی کردن توی کشور بزرگه توی لیگای معتبر برسم و امیدوارم که این اتفاق با عمل کرده خوبم توی سالیان آینده بیفته و بتونم توی باشگاه خیلی بزرگ بازی بکنم. برای احساس غرور میکنم بخاطر اینکه وقتی منم توی استادیوم میشینم یهو سعید یه پاس خوب میده یا یه حرکت خیلی خوب میکنه، همه متوجه این من اونجا نشستم به من تبریک میگن. پس منم به عنوان یه پدر واقعا خوشحالم از ته دل بخاطر اینکه یه همچین پسر یه همچین فرزندی رو به جامعه فوتبال معرفی کرد. اینجا پارسال یکی از بهترین سال فوتبالیم بود، چون هم از طرف باشگاه هم از طرف مربی و بازیکن و همه جوره واقعا ساپورت می شدم و خودم هم رفته رفته سعی کردم بهتر عمل کردم و واسه باشگاه داشته باشم. At the moment, I realized that I have to change my football life. I have to change my team to learn more, to have a new challenge in my life. So I decided to go to China, see new players, new coaches, new staff. I was 5 days holiday after the national team with my family, and then 21 days in China in quarantine. I didn't train 1 month and 5 days, 7 days. And my body was very weak. And you know, it's a football player, have to train every day. And then I trained like 5 days with the team. I played 90 minutes, and then after 3 days we played the second game. In 10 seconds I was cutting the ball to cover my right defender. And then I come down with the left leg, and then the guy kicked my quadriceps. My knee turned. In Qatar, I think everything is set. I have friends here, I lived here like 6 years. I'm all together, I decide to be here, at least for mentally, because if you don't have good mentality, this injury will make you down. Espitar is one of the amazing sport clinic in the world. There is a lot of good surgeon and there is a lot of good physios. Every day I'm improving, so I will be back in China after my recovery. How are you? Can we dress like that? Because they changed the dress. Looking good? What I'm seeing here is completely healed. And it should be removed, the stitches, right now. I will be the best of Qatar World Cup. Inshallah. Inshallah. Best defender. Inshallah. The fans,
Actually, Iranian fans everywhere. So, and in Russia we had a lot of fans also. And when we entered the field to train, I mean warm up, all the stadium was wake up and shouting. Amazing feeling. My amazing driver, bro. How are you? Good. I removed the stitch. Bro, we are closer to our goal, eh? The lion is coming back. Yes. World Cup, it's a dream for any players of the world. And 2018 in Russia, there is a lot of stars they didn't reach to play in World Cup. This injury don't make me down because I had a lot of injury before the tournament, like 2 months, 3 months before the tournament, but I had that mentality and hard work to reach the tournament. And I promised to myself to work really hard to reach my goal, which is to be the best in World Cup in defense. If I sacrifice a lot of things, a lot of days, be far of my family, I will do that to play in World Cup and my family be proud of me and I be proud of myself. طبیعتاً جدایی خیلی سخت بود از تیم پرسپولیس. مسئله جدایی خب خیلی ها ناراحت شدن. ولی خب به هر حال توی فوتبال این چیزا پیش میاد که حالا چیزایی هم حالا ما شنیدیم. ولی خب خیلی ها هنوز منو دوست دارم به خاطر اون 8 سالی که براشون زحمت کشیدم و متقابلا منم خیلی اونا رو دوست دارم. یه فضای جدیدیه ولی خب طبیعتاً بعد چند سالی که توی ایران بودم در واقع اولین باری که دارم خارج از ایران میام به هر حال خب دیگه چالش جدیدی که دارم تجربه میکنم ولی خب قطعاً دلتنگ ایران میشم خیلی زیاد. خب چون پرسپولیس رو دوست داشتیم هم خودش هم خود ما و هم داداشاش خب ناراحت بودیم ولی چاره‌ای جز این نبود. بالاخره یه بازیکن دیر یا زود از باشگاه خودش باید خداحافظی کنه و بره برای پیشرفت در تیم‌های یا حوزه خلیج فارس یا تیم‌های اروپایی. یکی از باشگاه بزرگ اماراته و ریشه خیلی خوبی هم توی امارات داره و اینکه روزی هم که حالا اومدم به سابقه باشگاه نگاه کرده بودم، بازیکنایی که اومده بودن، بازیکنای بزرگی که توی این تیم بازی کردن، میتونم از خود ایرانی هم که علی آقای کریمی که واقعا توی این تیم فوق‌العاده بوده و خیلی هم اماراتی ها دوستش دارن. به هر حال تیم ریشه داریه و با هدفهای بزرگی اومدم اینجا، همین که توی چمپیونز لیگ آسیا هستن. امیدوارم که حالا بتونم شرایطم توی این تیم خوب بکنم. تیم ملی و با توجه به اینکه واقعا بازیکن‌های فوق‌العاده‌ای توی تیم ملی داریم، تمام تلاشم اینه که بتونم به تیم ملی فوتبالم کمک کنم.
خب الان وضعیت فوق‌العاده‌ای داریم به نظرم. نتایج خیلی خوبی رو هم گرفتیم، از 3 تا بازی رو بردیم، یه بازی رو هم مساوی کردیم. فکر کنم شرایط خیلی خوبی رو داریم. تا حالا فکر نکنم این همچین شرایط خوبی رو تیم ملی تجربه کرده باشه، ولی خب امیدواریم که حالا این شرایط ادامه پیدا کنه و فکر کنم 2 تا بازی دیگه نتیجه بگیریم، صعودمون قطعی میشه به جام جهانی. فکر میکنم تصمیم راحتی نبود، به خاطر اینکه من یک سال و نیم خوبو داشتم توی وایله و یه رابطه خیلی احساسی با هوادارا و مردم اونجا داشتم به عنوان فوتبالیست و همچنین با همتیمیان و حس خونه رو داشتم. ولی خب توی فوتبال مشخص نمیکنه، بعضی وقت شما برای رسیدن به یه سری اهداف بزرگتر نیاز یه سری چالش‌های جدید پشت سر بذارید و اون چیزی که در حال حاضر فکر میکنم که از نظر خودم و اطرافیانم احساس کردم که نیازه که تجربه بکنم و قدم بذارم توی مسیر جدید این بود که به فوتبال قطر بیام و امیدوارم که شلو اتفاقای خوبی هم اینجا بتونم رقم بزنم. تیم ملی ما فکر کنم در حال حاضر به یه پختگی خیلی خوب رسیده و یه تلفیق خیلی خوبی داریم توی گروه بازیکنان تیم ملی، چون به هر حال ما بچه‌ای بودیم که یه روزی جوان بودیم اومدیم و الان بعد از 5-6 سال دیگه به اون پختگی فکر می‌کنم رسیدیم. اکثرمون یه جام جهانی رو تجربه کردیم و یه گروه خیلی خوبه که فکر میکنم که اگر برنامه‌ریزی درست داشته باشیم، اگر امکانات درست در اختیارمون قرار بگیره، قطعا میتونیم که توی جام جهانی دست به کار بزرگ بزنیم. مسیر فوتبال مثل یه قطار فکر میکنم میمونه. شما از خیلی از ایستگاه‌ها رد میشی و نمیدونی انتهاش کجاست، نمیدونی چه خطرهایی در انتظارت یا چه مقصدهایی در انتظارت، اما اون چیزی که توی مغز خودم هستش اینه که بتونم توی بالاترین لولی که میتونم فوتبال بازی بکنم و توی بحث تیم ملی هم بتونم هر چقدر که حالا در توانم هست که واسه تیم ملی مثمر ثمر باشم تلاش بکنم و بجنگم. Islamic Republic of Iran face Iraq in the AFC Asian qualifiers. So unbeaten Iran hope to get their ticket to Qatar against their neighboring country Iraq, who have yet to win in the group. در اصلا به بیماری کووید 19 مبتلا شده بودم و تو قرنطینه بودم. خیلی متاسفم که نمیتونم کنار بچه ها باشم به خاطر کرونا و انشالله که با برد این بازی بریم جام جهانی و امید به خود بچه ها موفق باشن تو این بازی. علیرضا جهانبخش عالی کار میکنه. خود علیرضا آیه‌گوزی
Oh, that's a good one. Early in the second half, and suddenly the ball could break here for Mehdi Taremi. And he finishes brilliantly to slotting it past the keeper. Question marks over offside, perhaps. But we see that he times the run perfectly. Hesitant defending. And he finishes in style. That's a famous goal for Iran. At the full-time whistle, it's 1-0 to Iran. Wild celebrations as Iran have secured their ticket to Qatar. لحظه سختی بود، هم لحظه شادی بود، هم لحظه سختی، چون دوست داشتم کنار بچه‌ها باشم، کنار هوادارهای ایران تو استادیوم آزادی و جشن صعود و در کنار بچه‌ها باشم. ولی خب از یه طرف خوشحال بودم که تیم ملی به جام جهانی صعود کرد و از یه طرف هم دوست داشتم کنار بچه‌ها باشم و دوست داشتم اون حس رو تجربه کنم که متأسفانه نشد. حس فوق‌العاده ایه، یعنی هر چقدر هم که شما بخواید توی صحبت یا جمله تعریف کنین حسو، فکر می‌کنم اونقدر نیستش که آدم از داخل وجودش حس می‌کنه. تونستم همراه با تیم ملی کوالیفاید بشیم برای جام جهانی و یه افتخاریه اینکه به عنوان یه ایرانی جزو تیم ملی کشورم هستم و واسه مردممون می‌جنگیم. امیدوارم انشالله اتفاقای خیلی خوب بیفته توی جام جهانی که حداقل اون انتظاراتی که الان هستش و مردم از ما دارن با توجه به نمایشایی که توی مسابقات مقدماتی داشتیم بتونیم برآورده بکنیم. بازی ایران و عراق که همین برای البته این برای دومین بار بود که بانوان را میدادن استادیوم آزادی که اولی و قسمت نشده بود ما بریم، رفتم داخل استادیوم، خیلی حس غریبی بود، خیلی حس از یه طرف خیلی خوشحال بودم در خارج از کشور، خیلی استادیوم بازی های سعید خیلی دنبال کردیم از نزدیک، ولی نمیدونم شاید تو ایران این اتفاق افتاده بود، برای من خیلی هیجان انگیز بود، خیلی حس قشنگی بود و آرزو میکنم که روزی بشه که تمام زنای سرزمین ایرانمون بتونن بازی های بچه هاشون رو از نزدیک نگاه کنه. I had contract with Shenzhen 2 years, and unfortunately they didn't pay me after my injury, just they paid for my surgery, but they didn't pay for my physio and all the stuff. So unfortunately I canceled my contract with them. Until now I didn't take decision to come back, but if I didn't find a good team to play in Europe or other team outside, I will be back and playing my lovely team, so let's see. My recovery was very good and I did good surgery. I have a really big mentality, so from this injury I'm trying to put motivation to myself and get more confident. I was training with the Nasaji and also Persepolis the last 1 month, 2 months. So I'm waiting for the new decision to play. So thanks God, my body is okay, my leg is okay. Let's see what God decide for me and what my hard work bring me. یادش بخیر. چه روزایی داشتیم اینجا. این زمین یادت ساعت مثلا 9 صبح می اومدیم تا ساعت 7 8 بعد از ظهر تمرین می‌کردیم. یادت اونجا علی اومده بود یه تکل بزرگ زده بود رو پات. که باش در بس کرده بودی که سر رو پای من داداشم تک میزنی و فلان، آره یادمه. امروز اگه جوری منو نمیگرفتی، اصلا یه اتفاق دیگه میافتیسی دلشم. نه، از اینکه همیشه کنار من بودی و همیشه یار و یاور من بودی دمت گرم، از اینکه میومدم توی شما بازی میکردم، یعنی 4-5 سال بزرگتر.
بازی می‌کردم خیلی بازی کردم خیلی خیلی بچه‌ها اذیت می‌کردم که آقا این کوچیکه نباید بازی کنه دیگه به هر حال آدم باید از یه جایی شروع کنه دیگه من یعنی تایمی که تجربه زیادی کسب کردم این بوده که همیشه سعی کردم توی سن بزرگتر از خودم بازی کنم به من کمک کرد این قضیه و احساس میکنم از همون 17-18 سالگی توی لیگ برتر بازی کردم احساس میکنم که به خاطر همین تایمایی بوده که من اینجا توی بزرگتر از خودم بازی میکردم دیگه ولی خدا رو شکر که یعنی یه تکیگاه کنار من بوده مثل خودت کمکم کردی از همین زمینا به قولی رسیدم به اینجایی که عکس فکر کنم خانوادگی دوران جوانی خودت خیلی کوچیک بودین آره چه دورانی بود خیلی بچه بودم خیلی بال بودم چقدر کوچولو بودی آره خیلی بچه بودم من افتخار میکنم که چنین بچه دارم تیم ملی داره بازی میکنه پسر من اون روزی که بازی دارن بگم عروسم میگم که من فشار من بالاست بچه‌ها که بازی دارن من نمیتونم نگاه کنم چون فشار من بالا نمیتونم که من بچه‌ها رو ببینم هر وقت اینا بردن بچه‌هایی که تیم ملی بردن پسر من گل زد بچه‌های دیگر گل زدن به من بگو من خوشحال بگم بشم که حتی حداقل درک نماز شکرانه بخونم My goal is to play for our national team in 2022 Qatar World Cup. I'm trying to do my best there and I'm sure I will play there. با پشت کاری که من از مرتضی می‌بینم میتونه توی جام جهانی بهترین باشه، بهترین عملکرد نشون بده. همونطوری که این عملکردها قبلش این اتفاقات افتاده بود توی جام جهانی روسیه توی جام ملت‌های آسیا و الانم دقیقاً اتفاقاتی که قبل افتاد قبل جام جهانی این مصونیتی که برای این پیش اومد با پشتکاری که نشون داد میتونه امسال یه اتفاق خیلی قشنگ رقم بزنه و مطمئنم که داداشم بهترین عملکرد رو نشون بده خلوت خودم که حالا فکر میکنم یکم واقعا ارزشش داشت که من خیلی زندگیمو فدای فوتبال کردم فدای اون چیزی که میخواستم بهش برسم کردم اگر دوباره این راه رو برگردم همین اگر دوباره این مسیر رو برگردم همین راه رو انتخاب میکنم که بهش رسیدم و واقعا میگم اون سختی هایی که توی بچگی کشیدم ارزش اینو داشت و اون تنهایی هایی که کشیدم، اون شرایط سختی رو که کشیدم از شهری به شهر دیگه، از شهری به شهر دیگه، از کشوری به کشور دیگه واقعا میگم ارزش رو داشت و خدا رو بابت این قضیه شکر میکنم همچنان جام جهانی خب اولین جام جهانیه که امیدوارم باشم اونجا و خیلی دوست دارم نزدیک حس کنم چون کسایی که بودن میگن یه فضای جدید رو تجربه می‌کنی و حتما باید باشی توی جام جهانی تا بتونی اون فضا رو حس کنی اون شرایط جام جهانی از نزدیک باید لمس کنی و خیلی دوست دارم که توی جام جهانی باشم و این احساس رو به دست بیارم امیدوارم که بتونیم یه نتیجه خیلی خوبی رو بگیریم و همین که یه تجربه خاصی رو به دست میارم بچه ها
و اینکه تمام تلاشمون رو می‌کنیم بتونیم حتی برای یه بازی هم شده دل مردم ایران شاد کنیم.